با سلام به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، رضا رئیس‌دانا هستم و در برنامه امروز گفتگوی خواهم داشت با رفیق همایون ایوانی، همان محمد ایزدجو که جمعه 29 بهمن برابر با 18 فوریه 2022 در دادگاه محاکمه حمید نوری در استکهلم سوئد شهادت داد. همایون ایوانی از زندانیان سیاسی دهه 60 و از شاهدان قتل عام تابستان 1167 زندان گوهردشت بوده و در خارج کشور از فعالین سیاسی سوسیالیست و چهره‌های شناخته شده گفتگوهای زندان و از مستندسازان فعال جنایت دهه 60 به همراه یاران پرشمارش طی این سال در برپایی گردهمایی‌های سراسری زندانیان سیاسی و برگزاری یادمان یاد آن عزیزان خفته در خاورانهای ایران تلاش کرده است. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنم. رفیق محمد ایزدجو، با سلام و تشکر از شرکت شما در این برنامه. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان تلویزیون راه کارگر. در اول اجازه بدید که شما رو با همون نام همایون ایوانی ادا کنم که قبلا هم با همین نام با هم صحبت داشتیم. رفیق همایون، شما در چند سالگی، در چه سالی و به چه اتهامی و در کجا دستگیر شدید؟ بله، من در سن 19 سالگی چند روزی از تولدم گذشته بود که در تهران دستگیر شدم در ارتباط با فعالیتی که با سازمان چریکای فدایی خلق ایران داشتم، اقلیت. و دلیل دستگیری هم موج دستگیری بود که در اون ماها در آذر و دی ماه 61 از خانواده‌های زندانیان سیاسی انجام شد و از اون طریق ارتباط بخشی از این خانواده ها با در حقیقت هسته های سازمان چریکا که یکی از اون هسته ها ما بودیم آشکار شد که منجر به ضربه و دستگیری من شد. همون اطلاع داری، شاکیان و شاهدانی که در دادگاه شرکت میکنن معمولا از روند طی زندانشون در مکانهای متفاوت صحبت میکنن. شما چه مسیری رو طی کردید و تا مقطع قتل عام تابستان 67 در زندان گوهردشت چه مسیری بود و اینکه در نهایت کی از زندان آزاد شد؟ بله، من در 26 دی 61 دستگیر شدم، مستقیم به اوین 209 برده شدم. در دادگاه هم گفتم دستگیری من در حقیقت با نام یک رفیق عزیزمون که محسن رجب‌زاده هست در زندان گوهردشت پیوند میخوره، چون محسن از داخل زندان گوهردشت از دستگیری های در حقیقت قبل از 60 بود و اخبار زندان رو منتقل میکرد از جمله افتتاح زندان گوهردشت. برای اون در حقیقت دوره بازجویی ها رو در حقیقت شاهد بودم که علاوه بر بازجویی خودم خانواده های دستگیر شده مادران محسن رو در حقیقت در شعبه 6 اوین مورد بازجویی و شکنجه قرار میدادن تا ارتباطاتی که فرض میکردن اینها دارند مثل بگن. بعد از در حقیقت 3 هفته به دلیل اینکه شکنجه با کابل و عدم دادن آنتی بیوتیک به من منجر شده بود که در حقیقت چرک از کف پا و مثل به تازانو بالا بیاد، تمام در حقیقت پام ورم کرده بود، من رو به نوع دیگری از به اصطلاح شکنجه و بازجویی که در ادبیات زندان موسوم به شکنجه سفید یا انفرادی هست منتقل کردند که میگم زندان گوهردشت تازه تأسیس شده بود به نسبت
در اون دوره، گرچه طراحیش در زمان شاه بود، در زمان جمهوری اسلامی تأسیس شد و نهایی شد طرح ساختمانش و برای ادامه بازجویی به گوهردشت برده شدم. یعنی اولین برخورد من با زندان گوهردشت در بهمن 1361 بود تا در اوایل تابستون 62 که تو انفرادی بودم و برای ادامه بازجویی. بعد از اون دوباره به اوین و دیگه تا آبان 62، از اونجا قزلحصار، از 62 تا 65 که زندان قزلحصار بند یک واحد یک بودیم و بعد حالا تنبیهی های مختلف به بهانه شورش در زندان یا تمرد این موارد هم پیش اومد که تو قسمت های دیگه بودیم. ولی مجموعاً بعد از تقسیم یه بخشی از ما رو، در همبندیان سابق رو، به گوهردشت بردن. من رو با تعداد دیگه به طرف زندان اوین بردن برای یک دوره، یعنی از 65 تا بهمن 1366 که همونطور که در دادگاه گفتم، بهمن 1366 در میانه اعتصاب قضا ما رو با قول معروف که حمله یا یه رفتار بسیار خشن و نظامی، تمام زندانمان ها سوار قول معروف زندانیان رو سوار اتوبوس ها و مینیبوس ها کردن و به طرف گوهردشت و استقبال در گوهردشت در حقیقت همراه بود با کابل و ضرب و شتم پاسداران، از جمله اولین برخورد هایی که با لشکری و در حقیقت عباسی در اون روز نخست پیش اومد. از در حقیقت این تاریخ، یعنی بهمن 66 تا اسفند، اول اسفند 67، من به همراه سایر زندانیان که با هم بودیم در زندان گوهردشت بودم. کی آزاد شدی همایون؟ من در 22 اسفند 67 آزاد شدم که در واقع با یک تأخیر بود که بخش زیادی از زندانیان رو در به اصطلاح اون نمایش اجباری بردن. من با تعدادی از زندانیان که در واقع در ذهن من 22 نفر هست، این رو در دادگاه مجار پیدا نشد، ولی باید گفت که مجموعاً 44 نفر بودیم. اون ترکیب اون بقیه زندانی ها ترکیبی بود که من نمیشناختم که برای چی اونجان. بیشتر طیف اکثریت بودن که حتی از این موضوع که ما در خودمون شرکت میکردیم در به اصطلاح تظاهرات رژیم و کلن با حتی با بافت اکثریت تودهی که با بندهای ما بودن زیاد همخونی نداشتن بچه های زندان. ولی اون 22 نفری که من میشناختم رو خاطرم هست، مجموعاً به اصطلاح در دو سلول ما رو جدا کردن از بندهای کسانی که آزاد شدن در 4 اسفند مجموعاً، و بعد از این که ما رو جدا کردن، چشمبند و ضرب و شتم و این چیزها که شما رو دار خواهیم زد و در حقیقت حکمتون اعدام بوده، حالا بعد از آزاد کردن بقیه زندانی ها میایم سراغتون، که یک 10 روزی 2 هفته جو اینطوری بود. و بعد دوباره ناصریان که مراجعه کرد، شرایط رو برای آزادی در حقیقت پایین تر آورده بودند و من با قول معروف این تأخیر در 22 اسفند 67 از زندان بیرون اومد. نفع همایون، حمید عباسی یا نوری در 4 جلسه اظهاراتش در رابطه با کشتار 67 اون کشتار رو ساختگی دونست و داستان خوند و اسم کتاب سیاه 67 رو هم به میان کشید و تلاش کرد که در واقع موجودیت اون رو زیر بگیره. البته رئیس دادگاه به اون اجازه نداد و در روز شهادت شما، دادستان در 2 مقطع قبل از قسم شهادت و جریان پرسش ها دوباره به این کتاب مراجعه کرد. این کتاب چگونه تهیه شد و چه ویژگی هایی به عنوان یک سند معتبر داره؟ بله، در حقیقت در اسناد اولیه ارائه شده به دادگاه، کتاب سیاه که شامل اسامی 4799 جانفشان و جانباختهی هستی که ما در اون مقطع، یعنی در سال 1378 گرد آوری کرده بودیم توسط گفتگوهای زندان، منتشر شده.
اهمیت سند در این هستش که در حقیقت اولا با فاصله زمانی بسیار کوتاهتری با کشتار این سند گردآوری شده، بنابراین نمیتونن ادعا کنند که در حقیقت در ارتباط با دادگاه عباسی یا نظایر اون این لیست آماده شده، قابلیت استناد داره. و مهمترین پارامتری که در دادگاه هم اشاره کردم، کتاب سیاه خوشبختانه در همون موقع که منتشر شده در کنار هر نامی منبعی که این اسامی رو به دست آورده رو ذکر کرده. متاسفانه همونطور که میدونید در انتشار کتاب ها و منابع در فارسی زبان ها به صورت یه مقدار دقت کافی برای ارجاع به منابع گفته نمیشه، حتی ممکن مثلا کل مطلب رو از یک جای دیگه دوستان کپی کنن ولی ارجاع نمیدن که از کجا آوردی این اسامی رو. خب برای دادگاه ها و مراجع برحال مثلا که دقت و صحت منابع مهمه، رفرنس و ارجاع دادن مهمه. ما خب البته موقع به عادت دائمی که بعد رفرنس و مرجع رو ذکر کنیم آوردیم، ولی امروزه این کار در دادگاه اهمیت سند رو بالاتر برده، به این دلیل که منبع شماره یک ما گزارش مستقیم شاهده، یعنی از طریق گزارش زندانیان سیاسی از نظیر من یا شما که گفته من این زندانی رو در فلان زندان باهاش بودم و اعدام شده، و یا خانواده ها گفتن که پسر ما، همسر ما یا دختر ما در این زندان ها بوده و ساکش رو به ما تحویل دادن. خب این گزارش مستقیم شاهد معتبرترین به اصطلاح گزارشی که داریم. منتها یک منبع شماره دو داریم که من در دادگاه سند رو هم بردم، خوشبختانه در آرشیو گفتگوهای زندان که من داشتم برای دادگاه آماده می‌کردم بخشی از این اسناد رو پیدا کردم که در سال 1377-78 روی موضوع کار می‌کردیم. این بود که در سال‌های 67، 68 و 69 تلاش خانواده‌های زندانیان سیاسی واقعا درخشان بود و در داخل کشور و فعالینی مثل پیروز دوانی که ذکر کردم که این اسامی رو گردآوری کردن به خارج کشور رسوندن و یکی از نتایجش انتشار اسامی 1100 نفر از جانفشانان جانباختگان توسط گالیندوپول در بهمن 1367، یعنی چند ماه بعد از کشتار 1100 اسم جمع شده بود. و میگم خوشبختانه جز آرشیوی که در اختیار ما بود و من به دادگاه بردم، سند اوریجینالی که اسامی که از داخل کشور برای ما ارسال شده بود و دونه دونه یا حتی دست‌نویس‌های مردم که در همین گردهمایی‌ها، یادمان‌ها اومده بودن سراغ ما و اسامی رو تحویل داده بودن، دونه دونه این اسامی جمع شده بود و نشون میداد که سند در واقع منبع شماره یک گزارش شاهده و سندهایی که از داخل کشور رسیده نمیتونه اون انکار وکلای نوری رو به اصطلاح بپذیره و اینها مرجع قابل اعتباریه. خوشبختانه در دادگاه به نظر میرسه فقط به دلایل فرمال که میخواستم بدونن ادیتور آخر یا نویسنده کی بوده، من اعلام کردم که از طرف گفتگوهای زندان کار انجام شده، کار جمعی توسط بسیاری از فعالین جنبش دادخواهی این اسامی گردآوری شده و نهایتاً پاسخگوی کتاب من هستم که ظاهراً قاضی ساندرز و دادگاه برایشون قانع کننده بود و به عنوان سند قابل استناد شد. بسیار عالی. در شهادت توی دادگاه محاکم نوری روی مسائلی تاکید کردیم، مانند دادگاه شرعی و تدقیق مقولاتی مثل مرتد فطری و مرتد ملی. شما از زبون ناصریان هم نقل کردی که گفته ما رفقای شما رو به عنوان در واقع تو همینجا دار زدیم و حکم شما هم مرتد ملیه، یا باید اسلامو بپذیرید یا هر روز تحضیر حربی میشید یا جنگی میشید. ممنون میشم که این مقولات رو یا این مفاهیم رو در واقع برای بینندگان ما توضیح بدید. بله، قبل از شروع میام تو فشردگی دادگاه، برحال این رو کمتر تونستم بیان کنم، ولی طبیعتا دوستان میدونن که من اطلاعات زیادی در باب اسلام ندارم، به عنوان یک چپ یا سوسیالیست زیاد به صلاح علاقه به این کارا نداشتم و در حقیقت در روز 9 شهریور در حین کار خوردن این اطلاعات گرفته شده، بنابراین دقت اونها رو با
همین اطلاعاتی که من در حین کار خوردن، البته بعدا در مورد مرتد ملی و فطری در دایره المعارف فقه شیعه و اسناد شیعه من جستجو کردم و درست همون چیزی که موقع کاب زدن به ما گفته بودن پیدا میشه. مسئله این بود که من در روز دادگاه فکر میکردم تا صبحش که تو اون به اصطلاح مقابل هیئت مرگ بودم ما مرتد داریم و مرتدها رو دارم میکشم و من هم به اصطلاح تصمیمم این بود که دفاع کنم از نظریاتی که دارم، اون پرده پوشی که به قول معروف به خاطر بر وضعیت زندان هست بذارم کنار و در واقع در دقایق آخر عمرم اون طوری که میخوام حرف بزنم و بعد به دار آویخته بشم. تا عصر منتظر این صحنه بودیم که وصیت من رو بذارن و ما رو ببرن دار، که بعد یوهایی دیدیم تو اون فری اومدن این بساط کاب زدن هست. در حین کاب زدن من این اطلاعات رو از طریق خود ناصریان و پاسدارای دیگه توضیح میدادن این بود که در صدر اسلام طبق معمول یه حدیثی رو پیدا میکنن اینها، پیغمبر اسلام در بازار حجاز یک مسیحی رو شلاق زده تا مسلمون بشه. این به اصطلاح حکم که برای مرتدهای ملی هست شامل مسیحیان، یهودیان، زرتشتی‌ها و حالا تو قرن 20 و 21 شامل کمونیست ها هم که مذهب ندارن میشه. و در تفکیک مرتد ملی و فطری این رو میشه به اصطلاح گفت که کسانی که در قبل از به اصطلاح بلوغشون یا در زمان بلوغشون مسلمان بودن و بعداً از مذهب فاصله گرفتن یا دیگه مثلا سوسیالیست شدن یا کمونیست، به عنوان مرتد فطری هستند. بنا به اون استدلال اینها به فطرتشون که به اصطلاح پذیرش اسلام هست خیانت کردن و بلافاصله به دار آویخته میشن یا کشته میشن، که در حقیقت بسیاری از احکام اعدام در مورد زندانیان کمونیست، چپ و در حقیقت غیر مذهبی بر اساس این حکم صادر شد که حداقل تو دادگاه هم گفتم 125 نفر از همبندیان ما آمار هست که قابل تاییده با دو شاهد که چپ سوسیالیست یا غیر مذهبی بودن به دار آویخته شدن. اسامی بسیار بیشتره در مورد مجاهدین هم که البته اونم بسیاره، ولی حداقل اینها با دو شاهد قابل تایید هستش این اسامی. در مورد مرتد ملی که من هم شامل شدم، کسانی هستن که هیچ موقع مسلمون نبودن و چون مسلمون نبودن انقدر کاب زده میشن که به مزایای برای جهان اسلام و اسلام واقف بشن از طریق کاب خوردن یا اینکه زیر کاب بمیرن. و در حقیقت این حکم بود که تعدادی از ما در حقیقت شاملمون شد، 28 نفر حداقل اون شب خود ما بودیم، مطمئنا در قسمت‌های دیگه و همبندیان دیگه هم شاملشون شده بوده که در حقیقت کاب برای هر وعده نماز زده میشد 10 کاب. یک اطلاع هم هست، چون اوائل که ما از زندان خارج شده بودیم و خارج کشور گفتگوهای زندان، این حکم در مورد زندانیان سیاسی چپ زن 5 کاب بود که ما فکر میکردیم اشتباه در گزارش تعداد کاب هست، ولی وقتی مکرر دیدیم که زندانیان سیاسی چپ که از زندان زنان هستن گزارش 5 کاب رو میدن و ما 10 تا، ظاهرن طبق همون احکام ارتجای اسلامی که زنان نصف مردان شامل میشه، جیره کابلشون در هر وعده نماز 5 تا بوده. یعنی در روز زندانیان سیاسی زن 25 و وعده بعد کاب میخوردن و ما که در قسمت زندانیان سیاسی مرد بودیم 50 کاب برای 5 وعده نماز روزانه. این جیره کاب بود که در واقع در حین همین کاب خوردن ها تفاوت بین مرتد ملی و مرتد فطری برای من و سایر زندانی یعنی که اونجا بودیم معلوم شد. ممنون از توضیحاتت. توی شهادتت از رفیق ما مصطفی فرهادی که زندانی 2 نظام بود، هم شاه و شیخ، و همچنین از علیرضا کیانی یاد کرد. این یادآوری ویژگی خاصی تو مقطع اعدام ها در راه روی مرگ برای تداعی میکرد که بعد از 33 سال از اون جنایت اون رو مطرح کردی، لطفا در این مورد توضیح بده. بله، قبل از اینکه فراموش کنم، مصطفی فرهادی و علیرضا کیایی چون به اصطلاح چیز هست مرسی. توی دوره‌ای که من این خاطره رو داشتم، در واقع مهم بودن قضیه اینه که در واقع علاوه بر اینکه مجموع کشتار
یک کشتاری هستش که بدون هیچ بهانه و جرم جدیدی زندانیان سیاسی رو به قتلگاه بردند، این یک پله بالاتر و یک درجه بدتر هستش برای این افراد پیش اومده، یعنی مصطفی و علیرضا کیایی، و اون این هستش که اینا حتی به اون جلوی هیئت مرگ هم نرفتن. اینها بنا به تصمیم گیری داوود لشکری و بعد همکاری و عدم به اصطلاح به قول معروف واکنش خود عباسی، اینها رو از صف جدا کردند و مستقیم به طرف آمفی‌تئاتر بردن برای دار زدن. یعنی با مقیاس هایی که حتی اون موارد رو هم به اصطلاح زیر سوال میبره، این یک درجه بدتره که افرادی در این مورد داوود لشکری و عباسی قتل عمد انجام دادن اینجا و در این نسل کشی که تمام زندان رو فرا گرفته و زندانیان سیاسی که از دوره شاه و یا جمهوری اسلامی تجربیاتی داشتن در این زندان بودن و داشتن قتل عام میکردن، حالا در انتخاب های شخصی افراد و بردن اونها بنا به تصمیم خودشون به طرف قتلگاه یکی از چیزهای برجسته بود. در دادگاه این احساس هم بد نیست بگم که خیلی از مطالب ناگفته موند، چون حجم چیزهایی که باید میگفتیم، 55 زندانی رو خود من شخصا باهاشون یا در بند بودم یا در بندهای دیگر بودم، میخواستم حداقل یک جمله برای هر کدوم از اونا بگم. برای خانواده ها مهمه که برای راجع به فرزندانشون، راجع به همسرانشون یا پدرانشون بشنون یا بدونن، ولی خب این فرصت نبود و من خیلی عجله داشتم سریع تا اونجا که میشه اطلاعاتو بدم. دیدم که مکرر هم دادستان و هم قاضی روی مسئله مصطفی فرهادی و علیرضا کیایی بازگشتم و سوال جزئی تر کردن. برداشت من بعدن این هستش که این دقت در سوالها اینه که جرم بسیار خاصی علاوه بر جرم عمومی در اونجا در مورد در حق این دو عزیز انجام شده که در حقیقت میخواستن تثبیت کنن از طریق جزئی ترین سوال هایی که از من میکنن که به دلایل فرمال حقوقی وکلای عباسی بعدن اعتراض نکنن که چنین جنایتی رو موکلشون یعنی حمید عباسی یا حمید نوری انجام داده. تا به امروز خود ویژگی وکلای نوری پیدا کردن تناقض بوده در شهادت شاکیان و شاهدان با پلیس و اظهاراتشون توی دادگاه. روز شهادت شما هم توماس سودرکوویست، اگر اسمشو درست در واقع تلفظ کرده باشم، وکیل مدافع نوری هم در پی یافتن تناقض تو شهادت شما بود و مشخصا به مسئله مرسدن محمود قاضی استناد کرد و مدعی شد که اسم محمود در کتاب سیاه 67 اومده. همین استناد نشون میده که این کتاب ترجمه شده و در اختیار وکلای سوئدی نوری قرار گرفته و تلاش اونها برای خدشه وارد کردن به اهمیت این سند بود. شما این تلاش وکیل نوری رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بله، من میگم فقط یادم میاد که اونجا ما یک مجادله شدید بین من و وکیل نوری صورت گرفت. همونطور که حتما شنیدید اونجا خیلی راحت گفتم که این داره تحریف میکنه، چون اساسا ما اونجا گفتیم یا خود من هم گفتم، چون مکتوبش هم هست در بهار سال 98، من این وضعیت رو در سخنرانی هم گفته بودم و مکتوب بود 98 میلادی و چیز جدیدی نبود، و اون این بود که زندانیان سیاسی دیگر که مشخصا اونجا اسم بردن، بهنام کرمی که متاسفانه الان زنده نیست، از همبندیان محمود خلیلی، سیاوش سلطانی، اینها بودن که در عرب مرسو می زدن و با استفاده از کد یا نام مستعار شیخ یا محمود قاضی که متاسفانه همون چند روز قبلش اعدام شده بود در کشتار بند 7، میخواستن در حقیقت نشون بدن که پاسدار نیست که داره این مرس رو به بند بعدی میزنه، ولی در این حال اگر مرس لو رفت از بچه های زنده اسم یا کدشون به اصطلاح لو نره و منجر به صدمات بیشتری نشه. این رو وکیل نوری میدونست با دقت و سعی میکرد اساساً
نوع گزارش رو اولا در هم بر هم تو طرح سوالش بگه و بعد جوری جلوه بده که گویا به اصطلاح محمود قاضی پشت جایی بوده که من گفتم که داره مرس رو میزنه، که در حقیقت با توجه به اینکه قاضی ساندرز فکر کنم متوجه شد من میخوام اون پولمیکی که آغاز شده با وکیلا با شدت بیشتری ادامه داره سعی کرد دخالت کنه، که من صحبت قاضی ساندرز رو هم پاسخ دادم که اتفاقا اینها از طریق طرح سوال نادرست بخشی از پاسخ من رو هم آلوده به اطلاعات نادرست میکنن. اینها که برای نیم متر یا چند سانتی متر 10 بار سوال میکنن امکان نداره که چنین به اصطلاح طرح سوال به اصطلاح در هم و بر همی داشته باشن، مگه منظور این باشه که زندانی رو یا شاهد رو از تمرکز خارج کنن، اطلاعات غلطی منتقل کنن که شاید در اثر عدم تمرکز اون پاسخ رو در حین پاسخش اون اطلاعات رو بده و بعد استناد کنن که این زندانی خودش به اصطلاح حرف خودش رو نقض کنه. بعدا من دیدم که چون چند بار در فقط شما صوتی رو دیدید تو صحنه میگم فشار شدیدی از لحاظ عصبی گویا به آقای وکیل اومد، وکیل قاتل، و در حال تمرکزش به هم ریخته بود و همونطور که به اصطلاح تو سوال بعدی میبینید دیگه سوال جدی نداشت، فقط داشت این ور اون ور میزد، شاید یه مقدار اون قابلیت باور شاهدها رو قرار تو این مورد من بود زیر سوال ببره. همین فشار متاسفانه برای شاهدهای دیگه هم تجربه کردیم بوده و به نظر من خیلی فضای بیرحمانه نسبت به شاهدهایی که کشتار تلخی رو تجربه کردن، یاد عزیزانشون جلوی مثلا ذهنشون میاد، اون روزهای تلخ برای خودشون مثلا تداعی میشه و بعد اینها بسیار مثلا وقیحانه و با زیر پا گذاشتن حداقل مرزهای اخلاقی حتی در علم حقوق سعی میکنن شاهدها رو زیر فشار روحی قرار بدن، تمرکزشون از بین بره. خب بعضی از موارد به هر حال به جا هم هست، من این فضا رو مثلا منطقی میبینم که برخی از همبندیان ما تمرکزشون از دست بره. حالا اون روز به هر حال به هر دلیل فکر کنم بدجوری زیر فشار برعکس قرار گرفت و اون بود که تمرکزش رو از دست داد و فکر کنم با اون صورت و چهره سرخ که تمام هی فقط دست سر صورتش میکشید دون سعی میکرد دوباره خودش متمرکز کنه. درست، همونطور که خود پیگیر هستی عناصر چپ ستیز به اندازه کافی و به شکلهای مختلفی مانور دادن که این شاهدان چپ این دادگاه رو بایکوت میکنن، چرا که اونو بورژوایی میدونن و میخوان همه چی رو به هم بریزن. تو این رابطه نظرت چیه؟ نه خوشبختانه تا حالا در قطع دوری که با شهادت شاهدان چپ و سوسیالیست شروع شد از 16 دسامبر سال گذشته تا الان نشون داد که چقدر دیگران از طریق دروغ پردازی و تصویر کاریکاتوری سعی میکنند به اصطلاح این فعالیت و مبارزه درخشان نسلی که در زندان‌ها از بعد از 57 قبل از 57 در واقع برای ایده های سوسیالیستی برای عدالت خواهان جنگیدن و تاوان سختی دادن رو زیر سوال ببرن و حتی قول معروف رفقای جانفشان ما رو برای تبلیغات ارتجایی خودشون مورد سوء استفاده و استفاده ابزاری قرار بدن. توی این بلوک حتما مطلع هستید، ما از در واقع همون روزهای اول دستگیری عباسی به عنوان بلوک زندانیان سیاسی کمونیست، سوسیالیست و چپ اطلاعیه دادیم، سعی کردیم وکیل مستقل خودمون رو معرفی کنیم، سعی کردیم پیگیری پرونده از زاویه مثلا صدماتی که جنبش چپ برده، کشته هایی که داده پیگیری بشه و در این زمینه به هر حال فضای راحتی برای ما نبوده، چون تنوع بین نیروهای چپ و همونطور که در زندان هم بوده بسیار زیاد بوده و با این حال هماهنگ کردیم تا زمان شهادت. از جمله خود من که میبینید امروز که من راجع به دادگاه صحبت میکنم تقریبا 2 سال ما سکوت کردیم و هر کسی که از بخصوص از این جریانات لابیستی و بودجه بگیر که معرف حضورتون هست هی سعی کردن این رو به عنوان بسیار کالایی برای اعتبار خودشون تبدیل کنه این دادگاه و این کار صدمه زد به روند دادگاه. اطلاعات کنونی ما نشون میده که چه صدمات خطرناکی رو زده و امیدوارم در انتهای صدور حکم
صدمه در حدی نباشه که قاتل و یکی از دستیاران نسل‌کشی زندان های جمهوری اسلامی یعنی عباسی قصر در بره. ولی زندانیان سیاسی چپ تا روز شهادتشون بنا به توصیه‌ای که دادستانی داشته و در روزهای بازجویی خودشون در سوئد داشتن در ملأ عام راجع به این موضوع اظهار نظر نکردن. درست در همین مواقع هی این دروغ پراکنی ها شد و برای مردمی که فکر میکنم کمی میخوان ملاکی برای مقیاس مقایسهشون داشته باشن در نظر بگیرن برخوردی که به نظر من بسیار متین و صبورانه بود از طرف زندانیان سیاسی چپ علیرغم توهینات و تحریکات که شده با اون قائل به قول معروف جویان و به اصطلاح لابیستا و بودجه بگیرا که هی وایسادن و هی داستان سرای کردن یا حتی برای اینکه از این موضوع هم یه کالایی برای معامله به وجود بیارن استفاده کنن و عملا نشون میده که ما پیگیری میکنیم کاستی های دادگاه معلومه. من در همون روز که در دادگاه بودم از دادگاه بیرون بودم معلومه که ما هممون دوست داریم که روزی با سرنگونی جمهوری اسلامی دادگاه هایی که صالحه باشن وضعیت به اصطلاح این کشته شدگان این جانفشانان جانباختگان رو در نظر بگیرن به مجموع سیستم جنایتکار جمهوری اسلامی و دست اندرکاران و آمرانش بپردازه و دادگاهیشون کنه. ولی با توجه به شرایط موجود و شرایط بین‌المللی دستاوردهایی که همین دادگاه تا همین الان به دست آورده غیر قابل چشم‌پوشی. من در جای دیگه گفتم کاری که در این دو سه سال اسنادی که در این دو سه سال در اثر شهادت زندانیان سیاسی مختلف خانواده ها و اطلاعاتی که دوره کشتار زندان 67 گردآوری شده شاید در دوره کار آرام سیاسی ما 10 یا 20 سال بعد زمان می‌گذاشتیم شاید بتونیم تا این حدود اطلاعات بگیریم. روی این موضوع دستاوردها رو باید دید، کاستی هایی که از جمله ما مشخصا در مورد نسل‌کشی گفتیم در کیفر خاص نیست، در مورد اینکه شاهدان چپ باید همینطور به عنوان شاکی باشن مشکلاتی بوده، ولی همه اینها باعث نمیشه که پیگیری پرونده و تلاش برای مجرم شناخته شدن یک قاتل از اون مجموعه دستای قتل عام سیستماتیک جمهوری اسلامی بهش توجه نشه و پیگیری نشه. همایون قبلا در مورد مواردی مثل ایران تریبونال و تلاش های دیگه ای که در خارج برای محاکمه جمهوری اسلامی انجام میشه هم نوشتی و روشنگری کردی و گفتی. فکر میکنی تفاوت این دادگاه سوئد در مورد نوری با مواردی که من الان گفتم چی هست؟ میتونی اون رو در واقع این تفاوت رو بگی؟ اتفاقا سوال خیلی خوبی، ممنون که طرحش میکنید. ببینید در مورد ایران تریبونال مشکل از اونجا شروع شد و بود که منابع مالی که چنین کاری رو انجام میدادن به کنگره آمریکا، به بنیادهای به اصطلاح مالی که به دولت‌های ارتجایی وصل می‌شد مربوط بود و نهایتاً یک دادگاه نمادین بود، اثر اجرایی نداشت. بنابراین اون بخش از کار با در واقع برای تقویت بخش معین یا تفسیر معینی از جنبش دادخواهی بود که در واقع حضور نیروهای برای محافظه‌کار و ارتجایی هم که چهره‌هاشون صحبت شد از این حرکت نشون میداد که برای جنبش دادخواهی به مفهومی که برای رهایی مردم ایران، برای ترقی خواهی و حرکت پیش رو باشه در خدمتش نیست. مهمتر از همش این بود که به تأکید و همونجا اونجا ما با یک مسئله نمادین با یک اکسیون سیاسی روبرو بودیم که حالا به ابعاد دیگه سعی میکرد تدایی کنه مثلا دادگاه لاهه رو که در حد جای برگزاری و غیرزالک. و یکی از مواردی که بوده منبع مالی که بنگاه NED در اختیار قرار میداد، وقتی ما به چارت اونجا به NED برای بینندگان عزیز شاید حضور ذهن نداشته باشن، توسط جمهوری خانه آمریکا و پدر جورج بوش، در حقیقت جورج بوش به اصطلاح رئیس جمهور پیشین اسبق آمریکا تأسیس شده، یعنی حتی توسط دموکرات ها تأسیس نشده بود، راست ترین جناح حکومت آمریکا
چنین مؤسسه‌ای رو تقویت کرده. کارش چی بود؟ تقویت نظریه ضد چپ و به اصطلاح جوان‌ها امروز اسمش رو گذاشتن صنعت حقوق بشر، که بخوان بر اساس اون در کشور نظیر ایران، کشورهایی که در شمال آفریقا هستن، خاورمیانه هستن یا آمریکای لاتین هستن، تحت عنوان NGO ها این به اصطلاح حرکت رو در اختیار خودشون بگیرن و نیروهای چپ رو در حقیقت طرد کنن، ایزوله کنن و در حقیقت نیابت مبارزه اجتماعی رو به عهده مؤسسات خودشون بگیرن که به صورت یک کالا بودجه میگیره. حالا اینجا ما تو سوئد شاهد چی هستیم؟ ما اینجا با یک دولتی روبرو هستیم که سیستم و قوه قضاییه اون به هر حال اقدام به دستگیری و دادگاهی کردن کرده، یعنی یک امر واقعیه، امر نمادین نیست. به کاستی ها اشاره کردیم، به نقطه نظرات و علاقه خودمون اشاره کردیم، ولی علارغم این ما داریم یک سندی رو ثبت میکنیم، یک سندی که از لحاظ به اصطلاح دادگاهی، از لحاظ دولت های اروپایی قابل استناده. مقایسه کنید با دادگاه میکونوس در برلین، ترور میکونوس در برلین، محکومیت در حقیقت جمهوری اسلامی در دادگاه میکنوس حداقل برای یک دوره، یک از لحاظ سیاسی کمک کرد که نشون بده که ما با یک سیستم دولتی و ترور سیستماتیک روبرو هستیم. عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی رو حداقل در کشورهای اروپایی تا حدودی برای چند سالی کمتر کرد. همونطور که میدونید این روزها عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی برای ترور مخالفین در مناطق مختلف جهان در جریان، یعنی کشتار مخالفین فقط در داخل ایران ادامه نداره، بلکه در خارج هم ترور میکنن، بعضی موقع گیر میفتن، بعضی موقع به سلوب از طریق باندهای مواد مخدر یا جاهای دیگه اقدام میکنن که رد پای خودشونو گم کنن. خب این موارد به نظر من باید دیده بشه که ما اینجا با یک مورد واقعی روبرو هستیم که میزان معینی در محدود کردن تعرض جمهوری اسلامی، میزان معینی در افشا و طرد کردن سیاست تروریستی جمهوری اسلامی داره عمل میکنه و اسناد مهمی رو داره افشا میکنه. اینها رو برای میان بحث طولانی تر از این خواهد شد، به قول معروف شاید در جاهای دیگه بشه با جزئیات بیشتری صحبت کرد، ولی به نظر من تشابه اسمی یا برخی از کاربردهایی که دوستان بعضی موقع سعی میکنن که با مدل های دیگه مقایسه کنن معنا نداره. اینجا ما با یک مورد واقعی روبرو هستیم، در مورد پیشین یک مورد NGO ها و دادگاه نمادین روبرو بودیم که منابع مالیش به شدت زیر سوال بود. بله بسیار عالی. همونطور که خود الان توضیح دادی، در واقع این دادگاه حمید نوری در سوئد یه دادگاهی از نظر امکانات، مضمون و حتی نتیجه یه دادگاه خاصیه. تو فکر میکنی این دادگاه با همه عظمتی که داره در شرایط فعلی چه تأثیری روی جنبش دادخواهی داره و اصلا خودت ارزیابی در جنبش دادخواهی چی هست؟ من حداقل تجربه عملیمو تو این ماه اخیر بگم که شاید سالها بسیاری از افراد با دیده شک و تردید به فعالیت‌های فعالین جنبش دادخواهی، از جمله حتی کارهای گفتگوهای زندان نگاه می‌شد که چرا داره اینها جمع میشه، چرا داره کتاب‌ها آماده میشه، چرا داره گزارشات گفته میشه. همونطور که می‌دونید متأسفانه در بعضی جاها سعی می‌کردن تروریزه کنن این یادمان‌ها رو، که باز دوباره مراسم عزاداری و غیرزاله که ما در مقابلش مسئله حافظه جمعی، حافظه گروهی رو گذاشتیم برای اینکه این یادها باید از طریق این حرکت‌ها تثبیت بشه و گسترش پیدا کنه. دادگاه فعلی و تجربه‌ای که به وجود اومد خودش به هر حال یک توان مجددی رو یا یک اعلام ضرورت عملی که راجع به این موضوع باید کار بشه و طبیعتاً خب جنبش دادخواهی خیلی متنوع، طیف‌های مختلفی داره و ما سعی کردیم ارتباط جنبش دادخواهی رو به عنوان یک امری که در با چشم انداز رهایی بخشه با سایر جنبش ها ببینیم. ما ایزوله نمیبینیم، یعنی نوع عدالت خواهی، نوع دادخواهی که داره انجام میشه به نظر من برمیگرده به اینکه جامعه آتی ایران رو چگونه تصویر میکنیم و میخواییم. توی این قسمت به نظر من یک توان مجددی داده، یک
در واقع تجربه عملی که چرا ضرورت داره رو گذاشته پیش روی همه. و میگم مسئله این نیست که یا سفید یا سیاه، دستاوردهایی داره، مطمئنن کاستیهایی داره، و این باید به دور از فضای به اصطلاح قوقا سالاری، به این اصطلاحی که داریم میگیم، به صورت موضوعی بررسی بشه. ما در 2012 موقعی که اون سند جنبش دادخواهی از چشمانداز رهایی بخش رو منتشر کردیم، خب چند جلد کتاب بود از جنبه حقوقی، از جنبه سیاسی، از جنبه به هر حال حتی اجتماعی و نظر اون بررسی کردیم. ولی حتی تجربه اخیر نشون میده که ما با بررسی انتقادی پروسه‌ای که داره رخ میده و الان امیدوارم با محکومیت نوری خاتمه پیدا کنه، دستاوردها و چالش‌های جدیدی رو تجربه کردیم که جامعه آتی ایران و مردم ایران باید راجبش فکر کنن. با مخالفینی که دستگیر شدن، با اون قاتل‌هایی که دستگیر شدن، چجوری می‌خواید رفتار کنید؟ حرمت اجتماعی اونها چه خواهد شد؟ حکم اعدام رو چه می‌کنید؟ روش اثبات جرم چیه؟ یعنی الان این سوال‌هایی که در دادگاه وکلای اون می‌کنن، آیا در دادگاهی که مثلا ما میگیم دادگاه صالحه بایستی طرح بشه، آیا نه چارچوب حقوق دیگه، که نشون میده که چقدر ما حتی در این زمینه باید بیشتر بیشتر کار کنیم تا شاید به اصطلاح اون روزی که اون فضای که سرنگونی جمهوری اسلامی و فضای به اصطلاح دادگاه‌های صالحه در داخل کشور می‌دیم، اشتباهات به اصطلاح گذشته که در دورهایی که هیجانات بالا میگیره رخ نده و در این حال به زبون ساده حق به حقدار برسه. یعنی فرق بین به اصطلاح قاتل و مردمی که تحت ستم چنین قاتلانی بودن برای دادگاه روشن باشه. خیلی ممنون و مجدد تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتی و در این برنامه شرکت کردی. منم از شما تشکر میکنم و امیدوارم که در روزهای دیگه با خبرهای بهتر و بیشتری در مورد جنبش دادخواهی روبرو باشیم. مرسی. با سپاس از بینندگان گرامی که در این برنامه ما رو همراهی کردن. تا برنامه دیگر، با درود.